و حال همکارم فاطمه احمدی برنامه را با خبری از پاکستان ادامه می دهد. بله شکیلا. بسم الله الرحمن الرحیم. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان در نظر دارد با حضور مقام‌های محلی و سازمان‌های امدادی نشستی را برگزار کند. هدف از این نشست فوق‌العاده ایجاد هماهنگی در عملیات کمک رسانی به سیل زدگان این کشور خوانده شده است. ده‌ها هزار سیل زده در مناطق جنوبی پاکستان در حال ترک خانه‌های خود به علت بالا آمدن سطح آب دریای سند هستند. ترک از خانه و کاشانه، نه از سر شوق که از ناگزیری. ده ها هزار نفر مانند اینها ترس از گیر افتادن در سیلاب ها و آب دریای سند که هر روز بالا می آید. این زن است که تنها 4 روز پیش نوزاد خود را به دنیا آورده و اکنون سرگردان در زیر خیمه و دور از خانه و شفاخانه. تولد این نوزاد در نبود هر گونه امکانات صحی انجام شده. نه دکتری نه پرستاری. او میگوید در شرایط بسیار بد نوزادش را به دنیا آورده است. این وضعیت زندگی این نوزاد را با خطر جدی روبرو کرده است. این نمونه دیگر. 4 میلیون نفر در ایالت سند پاکستان در وضعیت مشابهی بسر میبرند. اینها تمام کاروبار روزانه خود را و همین طور این کودکان مکتب خود را از دست دادند. یک شفاخانه و صدها نفر مراجعه کننده. بیمارانی که از کمبود دارو در رنجند و دسترسی به این مراکز هم دشوار. کودکانی به اینجا آورده می شوند که بیشتر از ناحیه بیماری های دستگاه هضمی مشکل دارند. او می گوید که برخی کودکان به بیماری ملاریا هم مبتلا شدند. بیشتر ساکنان مناطق شمال غربی پاکستان در وضعیت این گونه به سر می برند. سقف ها فرو ریخته و کمک ها هم کمتر به دسترس آسیب دیدگان رسیده. سیلاب ها همچنان جاری، اما آنچه با انتقاد روبروست نحوه رسیدگی دولت به آسیب دیدگان خشم طبیعت. ایران هواپیمای بدون سرنشین را آزمایش کرده که به گفته مقام‌های تهرانی توانایی پرواز در فاصله‌های دور را دارد. خبرگزاری‌های دولتی ایران از این هواپیما تحت نام کرار نام برده که می‌تواند مواد منفجره را با خود حمل کند. همچنین گفته شده این هواپیما این توانایی را دارد که مواد منفجره را به سوی اهداف معین پرتاب کند. تهران اعلام کرده است که با آزمایش این هواپیما این توانایی را دریافته که اهداف دوردست را هدف قرار دهد. گفته می شود که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران نیز در مراسم پرده برداری از این هواپیما حضور داشته است. خبرگزاری های دولتی ایران به نقل از مقام های سپاه پاسداران ایران نوشته که این هواپیما قادر است در کنار پرواز در فاصله های دور مقدار چشمگیر مواد منفجره را نیز با خود حمل کند. با این حال این هواپیما می تواند اهداف مشخص را نشانه گیرد و مورد حمله قرار دهد. هواپیماهای بدون سرنشین در ایران به نام اختصاری پهپاد یاد می شود که از پرنده هدایت پذیر از راه دور گرفته شده است. با گزارش خبرگزاری فارس این هواپیما قابلیت پرواز با سرعت بالا را داراست. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفته است که این جت بمب‌افکن کرار پیش از اینکه سفیر مرگ برای دشمنان بشریت باشد، پیام‌آور عزت و نجات بخش بشریت است. آقای احمدی نژاد تأکید کرده است که پیام اساسی این هواپیما صلح و دوستی و جلوگیری از هر نوع جنگ و تجاوزی است که منجر به کشته شدن شود. پیش از این در سال 2008 ایران گفت که نسل تازه ای از هواپیماهای بدون سرنشین تجسسی را ساخته که می تواند تصاویر زنده از نواحی تحت تسلط دشمن را پخش کند. و ما خبر اخیر هم از استرالیا. پس از بی‌نتیجه ماندن انتخابات استرالیا، جولیا گیلارد نخست وزیر این کشور گفته که گفتگوهایی را با نمایندگان مستقل برای تشکیل دولت آغاز کرده است. این نخستین بار پس از 7 دهه است که هیچ حزبی نتوانسته در استرالیا به اکثریت لازم برای ایجاد دولت دست یابند. گیلارد میگوید هیچ حزبی در انتخابات اکثریت را به دست نیاورده، اما او می‌خواهد دولتی با ثبات تشکیل دهد. هیچ یک از احزاب کارگر یا ائتلاف لیبرال ملیگرا به کرسی های اکثریت لازم نرسیدند. برای تشکیل دولت در استرالیا به 76 کرسی در پارلمان نیاز است.
جولیا گیلارد اولین نخست وزیر زن استرالیا که دو ماه پیش به این سمت رسید گفته که برای تشکیل دولت مقتدر به مبارزه خود ادامه می دهد. پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات خانم گیلارد با نمایندگان مستقل پارلمان برای تشکیل دولت گفتگو کرده است. در گرمی مبارزات انتخاباتی اما هیچ بحثی از درگیری استرالیا در جنگ افغانستان مطرح نشد. گمان می رود که هر دو حزب در قبال افغانستان سیاست خارجی یکسان دارند. به همان اندازه که هر دو حزب بر سر باقی بودن نیرو در افغانستان اتفاق نظر دارند، به همان اندازه هر دو طرف در مورد پناهجویان افغان در این کشور اختلاف دارند. 20,000 افغان مهاجر در اردوگاه های این کشور و تعدادی هم در جزیره کریسمس به سر می برند. گفته می شود که این انتخابات برای افغان ها که در اردوگاه ها و یا بی سرنوشتند نیز سرنوشت ساز است. اگر حزب کارگر بر سر اقتدار بماند، این پناهندگان می توانند امیدی برای قبول شدن در استرالیا داشته باشند. در صورتی که گفتگوهای خانم گیلارد به نتیجه نرسد، مهاجران باید امیدی برای ماندن در استرالیا نداشته باشند. گفته شده افغانهای پناهنده نیز به حزب کارگر علاقه بیشتر نشان داده و احتمالاً به این حزب رأی دادند. در ادامه ادریس جویا خبرهای از جهان ورزش را تقدیمتان می‌کند. تشکر.